تمام ملت‌ها و فرهنگ‌ها افسانه‌هایی درباره شهری رویایی نقل می‌کنند. شهری که مهد تمدن، علم، تکنولوژی و زیبایی بوده و به نوعی ناپدید است. تفاوت در توصیف و نام این مکان نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که همه این افسانه‌ها در مورد یک مکان به خصوص هستند. و دقیقاً نقاط مرجعی برای ورود به آنجا وجود دارد که برای پیدا کردن آن نقاط فقط باید بتوان دید. شهر افسانه آتلانتیس که یک نام یونانی است و افلاطون آن را توصیف می‌کند و هرگز پیدا نشد. شهر افسانه شامبالا که یک نام چینی تبتی است و مردمان آسیای مرکزی از آن دقیقاً شبیه آتلانتیس رویایی یاد می‌کنند. تمدن آگارتا که برای اولین بار توسط الکساندر غیبگوی فرانسوی در قرن 19 هم بر سر زبان ها آمد و او موقعیت این شهر افسانه ای را در زیر کوه های هیمالیا اعلام می دارد، یعنی دقیقا در منطقه ای که گفته می شود شامبالا قرار دارد. و البته جامعه بودایی به آگارتا اعتقاد دارند و آن را آگارتی می دانند. و یا شهر افسانه ای قبیله ماکوکزی در امریکای جنوبی که گفته می شود در اعماق زمین است، و یا نژاد آریان که در اعماق زمین در قطب زندگی می‌کنند. در نوشته‌های مصریان باستان به موضوعی اشاره شده است که گفته می‌شود فرعون‌های مصر با شهر و یا دنیای زیرین ارتباط برقرار می‌کردند. و نکته این است که از تمام این شهرها به عنوان پادشاهی یاد می‌شود. پس تا اینجا تمام این افسانه‌ها شبیه همدیگر هستند، فقط با نام‌های متفاوت. اما جالب این است که تمام این فرهنگ ها ورودی این مکان ها را داخل غار در دل کوه می دانند. حتی در نوشته های مصریان باستان آمده است که فرعون های مصر با دنیای زیرین از طریق تونل های مخفی پنهان شده در اهرام به آن دسترسی داشتند. همانطور که دیدید تمام این افسانه به یک شهر در زیر زمین اشاره دارند که پادشاهی است و مهد تمدن و تکنولوژی بوده و تنها راه ورود به آن از محل یا همان غار مخصوص است. در قسمت دوم این مجموعه دیدید که کوه‌ها و غارهایی را به شما معرفی کردیم که فرشتگان در آن محل‌ها با انسان‌ها ارتباط برقرار کردند. گمان بر این می‌رود که آنها از دل زمین و از طریق این غارها به سطح زمین آمده‌اند. اکنون این سوال را شما پاسخ دهید. آیا شما می توانید باور کنید که این افسانه ها حقیقت دارند و در دل زمین شهری متمدن وجود دارد؟ مطمئناً بیشتر شما گفتید نه. پس آنها چگونه به زمین می آیند؟ به باستانیان گفتند شهری وجود دارد و آنان با عقل خود پذیرفتند. به شما می گویند شهری وجود دارد و شما با عقلتان می گویید نه. اما نه تنها این شهر بلکه شهرها وجود دارند. تنها کافی است با عقل یک انسان امروزی به شواهد بنگرید تا نه تنها شهر واقعی را بلکه ورودی های آن را هم پیدا کنید. بیشک با آستکا آشنایی دارید، قبیله‌ای که در مکزیک مرکزی زندگی می‌کنند و قطعاً بیشتر شما آستکا را به خاطر اهرام مشهورشان می‌شناسید. 15 هرم که این قبیله مرموز را مرموزتر می‌کند. در پاییز سال 2003 به صورت کاملاً اتفاقی حفره‌ای در کنار هرم بزرگ آستکا معروف به معبد مار کشف شد. حفره‌ای که باستانشناسان را به یک تونل عظیم هدایت می‌کرد. این هرم در 48 کیلومتری شمال مکزیکو سیتی قرار دارد، یعنی در ویرانه های شهر باستانی تئوتیهواکان که در زبان آستکی به معنای محلی است که انسان ها به خدایان تبدیل می شوند. طولی نکشید که باستانشناسان متوجه شدند که این حفره ورودی اصلی این تونل نیست. از سال 2004 باستانشناسان به اسکن شهر پرداختند تا اینکه در سال 2005 نه تنها ورودی اصلی را کشف کردند بلکه تالارهای متعدد و غار بی انتهایی را هم کشف کردند.
اکنون سه هرم بزرگ و معروف این شهر باستانی را از فضا می‌بینید. همانطور که می‌بینید این سه هرم یعنی هرم ماه، خورشید و هرم مار با سازه‌های اطراف به طرز مرموزی شبیه به یک مدار رایانه‌ای با دو تراشه پردازنده عظیم هستند. با وجود اینکه این شهر در دورانی متعلق به آستکا بوده، اما قدمت اهرام بسیار قدیمی تر از آستکا است و در واقع هویت افرادی که این شهر را تأسیس کردند یک رمز و راز است. اما این مدار رایانه‌ای شاید با شنیدن یک موضوع اهمیت پیدا کند. باستانشناسان دریافتند که مقدار زیادی میکا در ساخت بنای این هرم مورد استفاده قرار گرفته است. قطعا استفاده از میکا برای زیبایی بنا نبوده، چون به هیچ وجه قابل دیدن نیستند. بنابراین واضح است که این ماده معدنی به منظور دیگری در این بناهای تاریخی گنجانده شده است. اجازه دهید با میکا بیشتر آشنا شویم. میکا از 37 ماده معدنی فیلوسیلیکا تشکیل شده است که دارای بافت لایه‌ای میباشند. میکا در معرض برق، نور، رطوبت و دمای شدید پایدار است. میکا دارای ویژگی‌های الکتریکی برتر به عنوان یک عایق و به عنوان یک دی الکتریک است و میتواند یک میدان الکتروستاتیک را پشتیبانی کند. از میکا در صنعت برق و در خازن‌هایی استفاده می‌شود که برای فرکانس‌های بالا و فرکانس رادیویی بسیار ایده‌آل هستند. این کشف در واقع خیره کننده است و یک سوال را به وجود می‌آورد. آیا ممکن نیست که این شهر نه تنها به عنوان یک شهر، بلکه برای مهار و هدایت هدفدار نوعی انرژی ساخته شده باشد؟ جالب است که هرم خورشید به گونه‌ای بنا شده است که دقیقاً با هرم بزرگ خوفو در مصر موازی می شود. و البته تنها هرم خورشید نیست که با هرم خوفو موازی است، بلکه دو هرم دیگر هم تقریباً با دو هرم دیگر جیزه برابر هستند. علاوه بر این، ترازبندی هر دو سایت اهرام آستک ها و اهرام جیزه به وضوح هم تراز با سه ستاره کمربند شکارچی هستند و این در حالی است که هر دوی این سایت به طرز مرموزی شبیه به کیت رایانه ای هستند. بیشک می‌دانید که باستانشناسان تا کنون کشفیات زیادی از اهرام جیزه داشتند. اما شاید بزرگترین کشفی که از هرم بزرگ جیزه داشتند در واقع این است که هیچ کشفی نداشتند. حتی این هرم که معروف به مقبره خوفو است، در واقع فرعونی در این هرم مومیایی و یا دفن نشده است. اما از این که بگذریم، در واقع یک کشف تکان دهنده از این هرم وجود دارد. دانشمندان الزدچ و گروه تحقیقاتی بین المللی دانشگاه ITMO روسیه دریافتند که هرم بزرگ جیزه انرژی الکترومغناطیسی را دریافت، جذب و در اتاقهای داخلی و در نهایت در منطقه دقیقا در زیر سازه متمرکز می کند و این تحقیقات در مجله فیزیک کاربردی منتشر شده است. بیشک می دانید که نور خورشید همان انرژی الکترومغناطیسی است و اهرام این انرژی را مستقیماً از خود خورشید جذب می کنند. جالب شد نه؟ این هرم انرژی الکترومغناطیسی را جذب کرده، از اتاقهای موجود عبور می دهد و دقیقاً در قسمتی در انتهای هرم متمرکز می کند. اما چرا؟ در واقع جیزه در قدیم به رستا و به معنای دهانه معابر شناخته می شد و این نام همان منطقه از ورودی به جهان زیرین مصریان باستان است که به دوات معروف است. حالا تکه های پازل را کنار هم بگذارید. دوات یعنی ورودی به جهان زیرین.
فرانه با جهان زیرین در ارتباط بودند و ساختمانی که انرژی الکترومغناطیسی را جذب و به یک نقطه به خصوص هدایت می کند. آیا ممکن نیست که این متمرکز کردن انرژی الکترومغناطیسی در این قسمت برای باز کردن دروازه به جهان زیرین یا به عبارت دیگر جهانی دیگر و یا مکانی دیگر باشد؟ آنچه تا کنون دیدیم از باستانیان بود، اما در دنیای مدرن امروزی هم شواهدی از این شهر افسانه‌ای وجود دارد که شاید مهمترین آنها نوشته های دریادار ریچارد ایبرد دریافت کننده مدال افتخار در آخرین روزهای زندگیش باشد. دریادار ریچارد ایبرد دریافت کننده مدال افتخار در واپسین روزهای زندگی خود در 24 دسامبر 1956، یعنی 4 ماه قبل از مرگ، دفترچه خاطرات خود از دوران خدمت و وقایع رخ داده را تکمیل کرد. مطالب این دفترچه افسانه های فراموش شده باستانیان از وجود شهری در زیر زمین با تمدنی پیشرفته را زنده کرد. او در دفترچه خاطراتش نوشته است که من و کمک خلبان در حال انجام مأموریت در فراز قطب بودیم که در ساعت 9:10 هر دو قطب نمای هواپیما شروع به چرخش و لرزش کردند. ما دیگر قادر به ثابت نگه داشتن موقعیت ما نبودیم. بیسیم گفت که با خورشید موقعیت خود را کنترل کنید، اما بقیه کنترل ها هم به نظر می رسید که درست عمل نمی کنند. در همین هنگام بود که در فاصله دور کوههایی به نظر می رسیدند. بر فراز کوه ها پرواز کردیم و از آنها عبور کردیم. در آن سوی رشته کوه دره دیده می شد که رودخانه کوچکی از قسمت مرکزی آن عبور می کرد. در اینجا مطمئنن چیزی اشتباه و غیر طبیعی است، چون اینجا باید پوشیده از یخ و برف باشد. او در ادامه توضیح داده است که چگونه کنترل هواپیما از دست آنها خارج می شود و به شهری عجیب می رسند که مردمان آنجا خود را آریان یا همان آریایی معرفی می کنند. در واقع ما در اینجا خلاصه ای از نوشته های او در مورد این اتفاق را بیان کردیم، اما ترجمه کامل این قسمت از دفترچه یادداشت ریچارد را در ویدیوی جداگانه آماده کرده ایم که با کلیک بر روی لینک بالا و یا لینکی که در قسمت توضیحات قرار دارد می توانید تماشا کنید. اما آنچه که اکنون مطرح است این است که آنها به او و همراهش میگویند که شما هم اکنون در اعماق زمین هستید و دیگر اینکه شماها با سلاح اتمی در حال تخریب زمین هستید. به همین دلیل ما بارها با ماشین‌های پرنده برای هشدار به شما به سطح زمین آمده ایم. اگر ویدیوی ملاقات رسمی با فرازمینی ها را تماشا کرده باشید، به یاد دارید که ما با مطالعه و تحقیق از رویدادهای دوران ریاست جمهوری ایزنهاور به این نتیجه رسیدیم که بشقاب پرنده ها دقیقا در هنگام هر تهدید هسته‌ای دیده می شوند. اما ریچارد در ادامه نوشته است که پس از این رویداد پنتاگون به او و همراهش هشدار داده است که به دلیل امنیت ملی نباید این موضوع را عمومی کنند. و شما توجه داشته باشید که این یادداشت‌ها تنها 4 ماه قبل از مرگ او نوشته شده است. اما چند سال بعد آلمان نازی پایگاهی در قطب جنوب احداث کرد. دور از ذهن نیست که آنها در قطب جنوب به دنبال چه بودند. تنها هدف هیتلر دسترسی به زمین مقدس بود. شواهد قانع کننده وجود دارد که نشان می‌دهد هیتلر و بسیاری از مأمورانش در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم از آلمان فرار کرده و به قطب جنوب گریخته‌اند. و طبق انجمن تحقیقات زمین در اونتاریوی کانادا، متفقین کشف کردند که بیش از 2000 دانشمند از آلمان و ایتالیا همراه با تقریباً 1 میلیون نفر به قطب جنوب رفته و ناپدید شدند. همانطور که میدانی جنگ جهانی دوم در نتیجه متحد شدن کشورهای اروپایی، امریکا و روسیه و با شکست آلمان پایان یافت. و همین اتحاد سریعاً در قطب جنوب مستقر شدند. و در دسامبر 1951 دیگر کشورهای دنیا را مجاب به امضای پیماننامه‌ای به نام پیماننامه جنوبگان کردند. این پیماننامه اجازه هیچ گونه تحقیق و مطالعه در قطب جنوب را نمی‌دهد و همینطور هیچ هواپیمایی حق پرواز در این منطقه را ندارد. خب بیشک تصور می‌کنید که دریادار ریچارد و همراهش طبق گفته آریایی‌ها به شهری در اعماق زمین رفتند. خب کلید معما دقیقاً در اینجاست.
در اعماق زمین هیچ شهری وجود ندارد. دوباره به گفته‌های دریادار ریچارد با دقت فراوان گوش کنید. ناگهان هر دو قطب نما شروع به چرخش و لرزش کردند و کنترل هواپیما را از دست دادیم. در همین هنگام بود که در فاصله دور کوههایی به نظر می رسیدند. بر فراز کوه‌ها پرواز کردیم و از آنها عبور کردیم. در آن سوی رشته کوه دره‌ای دیده می شد که رودخانه کوچکی از قسمت مرکزی آن عبور می کرد. خب دریادار و همراهش در اینجا دقیقاً از بعدی وارد بعد دیگر شدند و بس. و این دقیقاً همین رویدادی است که در اهرام گیزا و آستک ها روی می دهد. دروازه‌ای برای سفر در بعدی، جهانی و یا مکانی دیگر. و البته شواهدی وجود دارد که این پدیده میتواند وجود داشته باشد. ما میدانیم که جهان ما سه‌بعدی است و در واقع بسیاری از دانشمندان معتقدند که فراتر از واقعیت سه‌بعدی ما بعد چهارم هم وجود دارد و در واقع 10 یا 11 بعد مختلف وجود خواهد داشت و همه اینها به طور بالقوه با قانون منحصر به فرد فیزیک و شیمی خاص خود مرتبط هستند. و البته به نظر می رسد که علم در حال دستیابی به این احتمال است. ناسا در سال 2012 اعلام کرد که جک اسکودر، فیزیکدان دانشگاه آیووا، شواهدی محکم از پورتال‌های ایجاد شده توسط تعامل بین مغناطیس کره زمین و خورشید پیدا کرده است. محققان این درگاه‌ها را نقطه ایکس می‌نامند. البته یک موضوع مهم دیگر هم درباره رویداد دریادار ریچارد و همراهش وجود دارد. اصلا متوجه شدید که دریادار ریچارد و همراهش به سمت کدام قطب پرواز کردند؟ حسابی گیج شدید نه؟